سلام و درود. بینندگان عزیز، در تهران یک نمایشگاه سلاح‌های ایران برگزار شد، بسیار معنادار بود. در آستانه حمله اسرائیل و حمله متقابل ایرانی کار شده. منابع گفتند در اونجا بر اولین بار موشک خرمشهر به نمایش گذاشته شده که پیامش ای است که خرمشهر در صورت حمله اسرائیل به ایران علیه اسرائیل استعمال خواهد شد. کانال 11 اسرائیل خبر داد که دولت نتانیاهو می فهمد که ایران در صورت حمله اسرائیل حمله متقابل فوری خواهد کرد. الجزایر مجوز فعالیت شبکه خبری العربی عربستان سعودی را فسخ کرد. چرا؟ شبکه العربی سعودی تمام کسایی را که علیه اسرائیل مبارزه میکنند تروریست خوانده است. همون دیگه، کفر اگر از کعبه خیزد مسلمانی را چه کار؟ کجا ماند مسلمانی؟ امی رقم شده آله. شبکه العربی عربستان سعودی کسایی که علیه اسرائیل در مبارزه هستند اونا را تروریست گفتند. در عراق سر دفترشان حمله کردن، اینجا حالی او پیامدهای دیگه است. یک فیلم نشر پیشتر یک جنگجوی حماسی را نشان میده. حماس در غزه میگه ما در غزه در هر مکانی که ما میرسیم سربازای اسرائیلی در اونجا هر نقطه‌ای که میباشن سریع اونجا را ترک میکنن و فرار میکنن. اینمی این چیزی بود که برای اولین بار یک جنگجوی حماس ادعا کرد. فرمانده تیپ 401 زرهی اسرائیل در درگیری و سقوط یک بم بر سر تانکش کشته شده. برای اولین بار است یک سرهنگ عرب اسرائیلی است به نام احسان دقصه، فرمانده لوای 401 که 100 روز پیش و فرماندهی ای تیپ منصوب شده بود، از طایفه عربای دروزی است. یک اسلحه که انفجار نکرده بود، راکت از خود اسرائیل، او را دوباره انجینیرینگ کردن نفرای حماس، امور را سر تانک استعمال کردن. رئیس پارلمان لبنان گفته است که امریکا تمایل دارد پیش از انتخابات در لبنان آتش بس شود. خب البته یک جنبه انتخاباتی داره که زیاد اعتبار هم نداره. رئیس پارلمان لبنان به جهت خوشحال است. عمل بیروت با آتش کشیده و تمام اماکن مدنی شهر زده روان است. آتش بس کجاست؟ منابع عبری گفتن که خب البته اسرائیل یک مرحله جدیدی از جنگ علیه حزب الله آغاز کرده که شایدش هم اثرگیری بسیار سنگین بمباران بیروت است که این میتونه منجر به عمل متقابل حزب الله شود و اماکن شهری اسرائیل مورد حمله قرار بده که مورد حمله قرار دادن. منابع العربیه گزارش میکنند که 3 سامانه دفاع موشکی امریکایی تات آل در اسرائیل فعال شده است. یک سامانه نه، 3 سامانه. دیده شود که تات آیا نقش خدا را بازی خواهد کرد یا چطور؟ کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ای کشور اعلام کرد که اسرائیل برای حمله بسیار مهم به ایران آماده میشه. خب بسیار مهم چیز دیگه خواهد حمله است و تا آخرین زور خود میزنن. البته بسیار مهم که میگن ای بار امریکاست، در این در واقع امریکاست که حمله میکنن. و در این حالی کانال 11 گفته که اسرائیل ایران میدانه که ایران پاسخ حمله را خواهد داد. یعنی آمادگی اسرائیل، یعنی به خاطر پاسخ بعدی ایران است. یعنی دو ستم آمادگی گرفتن که اگر ایران دوباره حمله کرد ما باز چی کار بکنیم. منظور کانال 11 ای است. یک عضو کنست یا پارلمان اسرائیل گفته که در 24 ساعت 26 سرباز ارتش اسرائیل زخمی شدند. منابع عبری را همین
خبر گزارش کردند از این تعداد 23 سرباز در مرز لبنان و 3 سرباز در غزه زخمی شد. جالبش این است که از اینا همیشه زخمی میشه، از طرف مقابل کلش کشته میشه. اینجا دیگه یک معنا داره. معنایش ایست که خبر ناقص میتن، نمیخوان که بگوین که کشته شدن. بر اساس اعلام منابع فلسطینی، کشته شده های بیت لاهیا که اغلب زنان و کودکان بودند، دمی چند روز که به تعداد 73 نفر کشته شدند، اغلب زنان و کودکان بودند و 15 روز بدون غذا و آب در محاصره قرار داشتند. منابع محلی از اصابت راکت های حزب الله در شهرک اشغالی سفت و تلفات بین شهرک نشینا خبر داد. ایتو معلوم میشه که حزب الله هنوز حملات اساسی را بر کلان شهرهای اسرائیل شروع نکرده است. اینها شروع کردن. امروز بر مجتمع یک بانک حزب الله، بانک قرض الحسنه، اینا شروع کردن. در قلب بیروت است، زدن روان هستن، تمام چیزا فرو ریخته میره. علی شعیب خبرنگار میدانی شبکه المنار به اساس تصاویر گزارش داد که مقاومت در حال هدف قرار دادن تجمع نظامیان اسرائیل در ارتفاعات صدانه است. در غزه یک پزشک در کمال تأسف و تعلم گفت که قبل از اینکه دیر شود، ملت ما نابود شود، حملات باید به بیمارستان ها متوقف شود. خب البته جنگ برای نابودیه، اما سکنه است. دکتر اید سباب مدیر بخش پرستاری بیمارستان کمال ادوان گفته که حملات اسرائیل در بیت لاهیا چندین ساختمان رو به طور کامل ویران کرده و بیش از 4 یا 5 مجتمع مسکونی با خاک یکسان شده. چه بده سورده؟ ایره خودشان بگوید. دکتر سبا میگه که این عملات یک میدان مسکونی را در بین میدان ابو جدیان و مسجد القسام هدف قرار داده بود. این دکتر گفته که 10 نفر کشته و تعداد زیاد زخمی هستند. بعضی از اونها به بیمارستان رسیدن و اکثریت در زیر آوارها هنوز باقی ماندن. این دکتر خواستار پایان دادن به محاصره بیمارستان ها در شمال غزه شده که گوش اسرائیل یکیش در از یکیش دیوار و او فقط با یک چیز دیگه حل میشه. مثلا مبارزه سخت و ریشه دار است که هم اسرائیل گیر افتاده هم طرف مقابل. خب ایران مثلی که با برگزاری یک نمایشگاه اسلحه جدید به اسرائیل دندان نشان داده. خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، گزارش از نمایش موچکای حامل ماهواره و سامانهای پدافند هوایی را گزارش کردند از ایران. از جمله موشک‌ها و پهپادهایی که ایران در حمله به اسرائیل استفاده کرده بود منتشر شده. این نمایش در پارک ملی هوافضای سپاه پاسداران در غرب تهران برگزار شد. گزارشی که خبرگزاری آناتولی داده است که موشک بالیستیک خیبرشکن با برد 1450 کیلومتر و موشک مافوق صوت فتا در این نمایش دیده شد. این نمایشگاه بسیار از روی یک نقشه و برنامه برگزار شده که خبرش منتشر شود. موشک بالستیک خرمشهر هم در این نمایشگاه دیده شد با برد 2000 کیلومتر و قابلیت حمله کلاهک 1500 کیلوگرمی که ممکن است ایران در برابر حمله احتمالی اسرائیل از خرمشهر استفاده بکند. و همچنان موشک بالستیک سوخت جامد سیجیل با برد 1900 کیلومتر از سلاحهایی بود که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. یعنی نوبت سیجیل و خرمشهر از این بار در جنگ که اگر
استفاده شوند. اما نکته جالب نمایش یک نمایش موشکی یک عکسی بود که خبرگزاری اناتولی منتشر کرد. یک خانم جوان سفید پوش در کنار یک موشک نشان میده. معلوم است که خانم سفید پوش خبرنگار نیست. خبرنگار با در طرف با چادر سیاه مشغول فیلم برداری است. بازدید کننده عادی و ساده نمایشگاه هم نیست. این خانم سفید پوش نمیتونه باشه. در اونجا کس آدم های عادی رو نمیمونه. زیرا مسئله امنیتی است و زیر نظر سپاه. بنابراین خانم سفید پوش باید عضو از سازمان تسلیحات نظامی ایران باشه که دقیقاً همونطور است. این نمایشگاه به هدف هشدار به اسرائیل و بازداشتن از حمله به ایران برپا شده بود، معنادار بود. خب در این حال در خود ایران یک چیز دیگه اتفاق افتاد. یک زن ایرانی اهل تبریز مجموعه جواهرات طلاهای مجموعه طلای خود که 29200 دلار قیمت داشت و عنوان هدیه به حزب الله لبنان سپرده است. این دیگه دیگر رقم فرهنگ است. گرچه من عین چیز در سرحدات پاکستان و افغانستان دیده بودم در زمان طالبان، در زمان اول طالبان، حکومت اولش، که اونجا خانمایی را دیدم که جواهرات خود می فروختن تا جهاد در افغانستان پیش بره، کمک شود. اونجا من خودم دیدم. این بار در ایران یک خانم تبریزی کار کرده. کمپین اهدای طلا در سراسر ایران در جریان است. این یکی از جالبترین کمپاین جنگی تاریخ است و بسیاری از زنان و دختران قطعات طلای خود به حزب الله هدیه میکنند. اگر قرار باشه این جنگ با طلاهای یعنی میلیون ها نفر انجام بگیره و تغذیه شود، خیلی گپ از جاهای باریک میکشد. بودجه جنگی دولت الجزایر تصمیم گرفتن مجوز فعالیت شبکه خبری العربی عربستان سعودی را لغو بکند. العربیه یک سال گذشته تمام تلاش خود به کار بسته تا اخبار جنگ و در غزه و لبنان به گونه نشر بکنه که حاصلش تضعیف روحیه فلسطینی ها و لبنانی ها باشه. یعنی با یک پالیسی روحیه شکن. خودش عرب است، ملیاز خدا عرب، مگر عربستان سعودی و این آدم این رقم میکرد. بالاخره در عراق یک اشتباه کردن، مبارزین ضد اسرائیلی را تروریست گفتن، یک دفعه مردم سرشان هجوم کرد، دفترشان آتش زدن. یک خبرنگار زن تونسی هم در بنام جیهان نصری در واکنش به رویکرد خصمانه شبکه‌های عربستان سعودی علیه مقاومت و همسویی آشکارش با جنگ رسانه‌ای و تبلیغات اسرائیل، رسما همکاری خود با شبکه سعودی الحدث را اعلان کرد و گفت با این کار وجدانم راحت شد. این بود موارد که تا 18 ساعت اخیر اتفاق افتاده بود.